پول میدن همون تازیان خلیج فارس، میگن آقا تعطیلاتتون که شد تو کمپانی مختلفی که اینا برای کار میکنن، اصلا این پاریس 100 بار بهتون گفتم آدمای زیادی میرن اونجا، یارو تا دیروز سنی بود الان شده شیعه میره حرم امام رضا. میگم تو که مرد حساب میشه؟ میگه نه ما عکس آقا رضا رو دیدم اینجا یا بود. میگم توی پاریس که عکس آقا رضا نیست. میگه چرا تو ایرانه؟ من رفتم ایرانه نگاه کردم اینا عکس امام رضا نداره تو ایرانه، یعنی خالی بندی هم تا یاد. اینا پول میدن میگن آقا $1,000 دارید اضافه که بعد دیگه تعطیلاتتون اگه هست برید مشهد امام رضا حال کنید. عمدن دارن این کار میکنن که میگن زن و اینا رو ما داریم فاحشگیشون رو ببینیم. میگه اگه بخوای بری جای دیگه برای تعطیلاتت $100 چیز داری، ولی میری مشهد $1,000 داری. یارو با $1,000 $500 چی میذاری اینجا تو حسابش، $500 دیگهش میاد ایران تو مشهد. شما بی غیرتم. وقتی رئیسی که اومده بود ترتیب اینا رو عقل بده، چون عقل رئیسی حالا هر چی میگه هر کار کرده روی زمین غیرتش گرفته بود و بچه مشهد خودش اینا یادیم که میاد از نوگونه تا فلان بچگی ها شما دارید جلوی اینا رو بگیره، هتل ها رو ساخته بود و فلان کرده بود و داشته کار میکرد، پلیس میخواست بسازه که فاحشه‌خونه ها رو بگیرن فلان اینا، جاها ورش داشتن فرستادنش تهران. یا آقای مروی رو گذاشتن اونجا، کی مروی اصلا نیست، کیه چیه چگاره است، چغندر بخار داره آقای مروی نداره. بعد خود رئیسی گفت ما آرزون بود که بر آستان قدس باشم و بمونم و دستم بمونه دیگه. وقتی که ولی فقیر به من گفت خیلی ناراحت، اما من گفت تو ناراحت نباش، منم بابام قوم درس میخوادم، بهم گفت بچه بیا مشهد، من میخواستم برم مشهد ناراحت بودم. بعد رفتم پیش یه کسی به من گفت بابات گفته برو برو به نفعت میشه. میگم من حالا رهبر شدم به نفعم شد. تو هم ناراحت نباش، آستان قدس رو ول کن بیا اینجا تو چیز چون اونجا بذار فاحشگی باندهای مافیایی اینا کاراشو بکنن. یه آقای مروی میذاریم که اصلا نفهمه چی میذاره. حالا من میخوام امروز شما این قهرمانی که در داخل کشور هست که من از همتون میخوام وقتی فرد رو میبینید صاحب شریفی اسدی نماینده استان مازندران خطه قهرمان خیز رضا شاه پرور سوادکوه، این آدم شجاع و دلیر رو هر جا دیدید دستش ماچ کنید، دست کسی رو ماچ نکنید، دستی رو ماچ کنید، هر جا دیدید یه شاخ گل بهش بدید، برید بگردید پیداش کنید، الان ببرینش رو دست بالا، ابله ها این باید رو دست ببرید بالا، نه که بشینید اونجا تریاکتون بزنید و هی توییت بزنید که خلیج فلان شده اونجا چی شده. نه، این آدماتون باید قطع بدونید، این افراد رو ببینید و هر جا میره هر تریبونی که در اختیارش هست همین حرفا رو بزنید. تکرار ایرادی نداره، تکرار هیچ ایرادی نداره، وقتی که روشنگریه، وقتی که شجاعت، وقتی قهرمانی است، وقتی مهرورزی است، وقتی مهرورزی است. اینو ببینید خواهش میکنم. درود بر شما مهربانیاران و همراهان نیکندیش، آقای رئیس، نمایندگان محترم، رهبری محترم. من نه آقازاده که روستازاده ای هستم از دل جامعه 120 هزار نفری شورایی کشور که با همان صداقت روستایی دردمندانه از آمال یک ملت میگویم، ملتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی کمتر میخورد و کمتر میپوشد، اما با چشمانی بهت زده میبیند که مدیران به اصطلاح جهادیش چگونه فرزندان و خانواده های خود را راهی آمریکا و استرالیا و اروپا و کانادا میکنند و همینان در راهپیمایی روز قدس 22 بهمن با رگهای متورم گردن و چفیه بردو شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس سر میدهند. ملتی که هنوز نمی‌داند چرا حامیان مستضعفان و شهدا و محور مقاومت و ارزش‌های انقلاب به جای زندگی در جوار حرم شاه عبدالعظیم پایتخت جملگی به لواسان و شمیرانات و سعادت آباد کوچ می‌کنند و بر بلندای کوهستان مشغول صیانت از دستاوردهای انقلابند. لابد خبری دارند که من و شما نداریم. شاید دشمن معروف می‌خواهد از لواسان به ایران حمله کند. ملتی که صبورانه مهر می‌ورزد و نجیبانه می‌بخشد،
ملتی که وارث تمدنی 7000 ساله و پیام‌آوران الهی است. نکته دیگه که پایانیست میخوام ببینید مربوط میشه به یک بسیجی. فکر من قیافش میکنم بسیجی. من اینو نمیشناسم. اسمش هم نمیدونم چی. اسمش هم. ولی قیافش میکنم یک بسیجی. دمی بسیجی هم. بسیجی با این شجاعت دم بدید. ولی مرد حسابی تو که بسیجی هستین، شما که جنگ رفتین، شما که گردین، هم با حرف زدن که نباید سرتون رو کلا بذارن، سر شما رو هم اینجوری کلا بذارن که فقط حرف میزنی، نباید فقط حرف بزنی، باید بری تخمر بزنی تو صورت اینایی که بهشون دیگه حرف رو داری میزنی، تخمر بزنی که کاری نداری که. من که نمیگم گوله موله بردارید بذاری تخمر. آرت غرب جوریه، تو خارج جوری کارا میکنن، تو فرانسه اینه که آرد وردارین تا یارو میاد یه جایی برسین تو صورتش. یه جوری آبرین رو ببرین ابله ها رو. اصلا این تو نماز جمعه کارا رو بکن، حرف بیای بزنی که میذارن هم بزنی و بلان کارتون ما حرف زدن که بود عرضی تو برای فاتی تومان نمیشه. عمل به عمل کار براید. این آقا رو ببینید. امروز کسی دغدغه مستضعفین رو ندارد که بماند، نمک به زخم مستضعفین میریزد. شما ببینید وزیر ما میاد میگه مردم ما نسبت به دنیا بیشتر میخورن. بی حیا، مردم ما بیشتر میخورن یا بچه های تو؟ تو که بچه دخترت تو انگلستانه بیشتر میخوری یا این مردمی که بعضن دیگه فکر خرید بادمجان هم امروز نمیکنن؟ بچه تو که تو آلمان داره عیاشی میکنه بیشتر میخوره یا اون بیچاره ای که نمیتواند حداقل رو با حقوق 40,000-50,000 تومانی در روز برای زن و بچهش بیاره؟ حیا نمیکنی؟ امروز این مردم بیشتر میخورن یا بچه های آقای رئیس مجلس و آقای دکتر قلابی نوبخت تو کانادا و تو آمریکا؟ امروز شهردار سابق و منتخب شما آقای نجفی که 6 میلیارد تومان فقط برای زن دومش مهریه میکنه بیشتر میخوره یا این مردم ضعیفی که امروز دارن بار انقلاب رو میکشن؟ مردمی که دیگه خیلی هاشون دیگه فکر خریدن خونه از سرشون بیرون رفته اینا بیشتر میخورن یا رئیس جمهور مفخوری که تو خونه 100 میلیارد تومانی بشینه؟ امروز اینا رو باید برای مردم تبیین کرد. امروز حقوق بازها باید دارن بر ما حکومت میکنن. آرزو دارم که روز و شب خوشی داشته باشید و جز به شادی نکوشید و از اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی میخوام که به همه ما تندرستی بده، عشق بده، مهر بده تا بتونیم واقعا به قول حافظ شیراز فلک را سقف بشکافیم و ترهینو در اندازیم. میتونیم این کارو بکنیم. از آرات یاد بگیرید که میپره، ولی بابا باید باشه بیاد در گوشش بهش بگه بابا جون تو میتونی، ملت ایران شما میتونید، قهرمانان وطن شما میتونید، شما پیشینه بزرگی دارید. امروز که تازیان اومدن اینطور مشتها رو گره کردن بر سر و صورت شما زدن به فقر نشوندنتون، که وقتی تو فقیر باشی تسلیم هر چیز میشه. آدم وقتی فقیر باشه تسلیم هر چیز میشه. برخیزید یاران، برخیزید. از خونی سیاه بوشم، هم خونی سیاه بوشم.